فصل هفته نیکویی خداوند خداوند به روش های قافل کننده ای با ما ملاقات می کند. او اسرارآمیز است. ورود سرزده او به زندگی ما غیر قابل پیشبینی است. در ابتدا این حقیقت که خداوند آنقدر به ما اهمیت می دهد که می خواهد به ما نزدیک شود و سپس فکر این که او وقتی به ملاقات ما می آید که کمتر انتظارش را داریم هیجان انگیز به نظر می رسد. اگر صادق باشیم فکر چنین خدایی که سرزده وارد زندگی ما می شود ما را می ترساند یا حتی ما را به عقب نشینی دعوت می کند. ما ترجیح می دهیم او قابل کنترل و قابل پیش بینی باشد دقیقا در همین نقطه است که احتیاج داریم نیکویی بینهایت او را درک کنیم ترامپر پسر وسط من در این مرحله از زندگی دو کار را دوست دارد بازی های کامپیوتری و مطالعه کردن بسیاری فکر می کنن وقتی بزرگ شد خلبان هواپیماهای جنگی می شود و مطالعه را برای رشد او مفید می دانند. ولی ساعت مطالعه او هم بیش از اندازه است. هر شب من و همسرم با توپ و تشر جلوی کتاب خواندن پسرمان را می گیریم و او را به رخت خواب می فرستیم. بعضی وقتها باید یواشکی از پشت سر او را غافلگیر کنم در حالی که او غرق مطالعه است کتاب را از چنگش درآورم. تیمی دوست دارد تمام شب را مطالعه کند. اگر ما جلوی او را نگیریم همین کار را می کند. اگر یک شب من و همسرم زودتر از او بخوابیم او قطعا کتابی را که برداشته پایین نمیگذارد تا تمام شود و اما روز بعد آنقدر خسته و کسل خواهد بود که نمیتواند هیچ کاری انجام دهد تا موقعی که دوباره شب شود و او به خواب رود البته وقتی باز خستگی او برطرف شود مجددا شروع به خواندن کتاب دیگری می کند و این چرخه دوباره تکرار می شود. به خاطر خود تیمی باید مانع کار او شویم حتی اگر برخلاف میل او باشد. چون اگر به خواسته طبیعی خود عمل کند آسیب خواهد دید. باید با او محکم رفتار کنیم. در نقطه ای از مخالفت او مرا به عنوان دشمن می بیند. نه پدری دلسوز. قیاس کاملا مناسبی نیست اما خداوند هم با ما در زمانهایی غیر قابل پیشبینی و به روشهایی دردناک و ناخواسته برخورد می کند. طبیعتا در زمان دلشکستگی او را به عنوان دوست یا پدر و مادری پرمحبت محبت نمی بینیم. امیقترین سؤال ما درباره خداوند در زمان دردهای جسمی رویای در هم شکسته و آرزوهای محقق نشده ایجاد می شود. آیا خداوندا تو نیکویی؟ واقعا هستی؟ وجود داری؟ بیرحمی خداوند دلیلی دارد. او از درد کشیدن ما لذت نمیبرد وقتی خداوند با تنهایی سکوت و جدال با ما ملاقات می کند، او چنین می کند چون برای ما لذتی غیر قابل تصور در نظر دارد. در رنج های ما خداوند نیکویی خود را آشکار می کند. او از ما می خواهد که از محبت او لذت ببریم. در میان تاریکی نور محبت او با شدتی خیره کننده می درخشد. تقریبا مثل این است که تاریکی به عنوان الگویی عمل می کند تا چشمان ما را متمرکز تصویری کند که در آن اشتیاق خداوند دیده می شود. تصویری که در صلیب ترسیم شده است. اشتیاق خداوند خداوند ما را می خواهد. خود این حقیقت غیر قابل درک است. اما آنچه که او از ما می خواهد هم مبهود کننده است. او اطاعتی مکانیکی و رباتوار از ما نمی خواهد. بلکه تعهدی پرشور و شوق می خواهد. کتاب هوشه تصویری از خداوندی ارائه می دهد که برای قوم سرکش خود قلبی تپنده دارد. اسرائیلی ها او را رد کردند اما خداوند تمایلی به عقب نشستن یا دست کشیدن از آنها نداشت او بر خواسته خود پافشاری می کرد می خواست خدای آنها باشد خدمت هوشع در عواست قرن هشتم قبل از میلاد در فضایی مملو از بی تفاوتی فراگیر و خصومت با خداوند شکل گرفت این دوره دوره قریب در تاریخ قوم اسرائیل بود اسرائیل همیشه از طرف عبرقدرت های شمال و جنوب خود تحت فشار بود. اما در برهی از تاریخ قوم اسرائیل، کاهش قدرت های مستقر در مصر و بین النهرین و ضعیف شدن آنها به اسرائیل اجازه گسترش و رونق را داد. ما بر حسب تجربه نسبت به خطراتی که در قدرت و مقام وجود دارند آگاهیم. رونق و داشتن آسایش معمولا به بیتوجهی نسبت به خداوند ختم می شود. سپس باعث فروپاشی رابطه با او می گردد. وضعیت زمان هوشع را می توان با ظلم و خودکامگی توصیف کرد. بیشتر نبوت های هوشه تصویری از خشم خداوند نسبت به سرکشی قوم را ترسیم می کند. تصاویری که هوشا برای توصیف خداوند استفاده کرده مخصوصا در آشکار ساختن نگرش خداوند نسبت به سرکشی قوم واضح هستند هوشع خشم خداوند بر اسرائیل را به خشم شوهری تشبیه می کند که تازه دریافته همسر او به او خیانت می کند. اسرائیل عروس خداوند یک فاحشه است خداوند با غیرت و حسادت عکس نشان می دهد. در پاراگرافی دیگر خداوند خود را به بید و پوسیدگی تشبیه می کند. او عذاب می بیند و ماهرانه همچون بید که سوراخهایی در الیاف ایجاد می کند یا پوسیدگی که غذاها را نابود می کند به قوم خود صدمه می رساند. علاوه بر این خشم خداوند شکل حمله متقابل پیدا می کند او شیری جیان است که قوم خود را خواهد درید و دور خواهد انداخت. خداوند خالق هستی از تمام هستی استفاده می کند. خواه نفوذ نامحسوس حشره باشد و خواه پنجه های حیوانی درنده تا عزیزترین خلقت خود را دوباره صاحب شود. چون که اسرائیلی ها در مسیری پرخطر قدم بر می‌دارند، خداوند هم به روشی دردناک با آنها مقابله می کند و آنها عذاب خواهند کشید. داوری خداوند به صورت استعارهی بیان می شود. برای مثال خداوند به زور یوغ خود را برگردن اسرائیل میگذارد. گذارد. اسرائیل گوساله سرکشی است. قوم و پادشاه زمینی آنها مانند ترکه های شناور روی آب هستند. ناتوان و درمانده گشته و به دنیای گمنامی برده خواهند شد. از نظر تاریخی هوشه انتظار نابودی اسرائیل را در 722 قبل از میلاد می کشید. وقتی که ارتش بیرحم آشور از شمال به جنوب شروع به پاکسازی ده قبیله شمالی و سپس سرازیر شدن بر دو قبیله جنوبی می کند تا آنها را یکی سازد. این گونه خداوند با قوم خود برخورد می کند و باعث عذاب آنها می شود. اما درد آنها به خاطر هدفی بوده است. هوشه کلام خود خداوند را برای ما نقل می کند. افرایم چگونه تو را ترک کنم ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم چگونه با تو مانند عدم رفتار کنم چگونه تو را مانند سبوییم سازم دل من در اندرونم منقلب شده و شفقت من سراسر به غلیان آمده است هدت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و دیگر بار افرایم را حلاک نخواهم کرد. زیرا خدا هستم و نه انسان. همان قدوسم که در میان شماست. پس با غضب نخواهم آمد. هوشه 11 آیات 8 و 9 خداوند قلم شمالی را کاملا نابود نکرد. اگرچه آنها لایق نابودی بودند چون از خداوند رو بودند و به درماندگان و فقرا ستم می کردن. در عوض توصیف پایان قوم جالب است این قسمت از کلام خدا عشق شگفت انگیز خداوند را برای قوم خود توصیف می کند حتی در شرایطی که آنها به صورت خداوند سیلی می زدن، در نقطه عطف این نبوت هوش از تصاویر بیشتری برای روشن کردن هدف نجات بخش خداوند استفاده می کند. خداوند همسری بخشنده برای اسرائیل است. اگرچه همسر بی او مرتب بر ضد او گناه میورزد، خداوند پیوسته اجازه بازگشت همسرش را نزد خود می دهد. خداوند پزشکی شفادهنده است. اگرچه قوم خود را در داوری مجروح کرده اما زخم های آنها را خواهد بست خداوند شیر جیان است اگرچه در داوری آنها را خواهد دلید، اما با غیرت خود مابقی وفادار را مسون نگاه خواهد داشت این تصاویر شگفت انگیز شفقت الهی و احیای قوم در تمامی قسمت های کتاب مقدس دیده می شود تغییر دل خداوند هوشا نشان می دهد که خداوند تصمیم به نابودی قوم خود گرفته بود ولی بعد نظرش عوض می شود خداوند سرسختان متحد به آنها باقی می ماند. خداوند نه آنها را نابود می کند و نه به آنها اجازه می دهد که هر طور می زندگی کنند چون می داند آنها تیره بخت می شود و کاملا خود را نابود می کند. خداوند نظر خود را عوض کرد این کلمات باعث شکه شدن ما می شود از طریق موسی او به قوم خود هشدار داد که اگر گناه کنند آنها را نابود خواهد کرد آنها لایق نابودی بودند شکی درباره گناهکار بودن آنها وجود نداشت اما خداوند نمیتوانست خود را راضی کند تا این کار را انجام دهد خلوص او باعث می شود که همه ی آنچه با شخصیتش در تضاد را نابود کند. اما رحمت او فریاد برمی آورد تا فرزندان عزیز خود را باز یابد. در اینجا به نظر می رسد خداوند با خود در جنگ است. با چنین تصویری باید چه کار کنیم؟ در طول تاریخ مفسرین کتاب مقدس اغلب چنین توصیفاتی از خداوند را استعاری دانستند و نه واقعی. و هموار افراد با خود به این نتیجه رسیدند که خداوند احساساتی واقعی ندارد و اگر هم احساسی واقعی دارد او وجودی کامل است و مطمئنا نمیتواند تضاد درونی داشته باشد و یا حس کند اما این قسمت صریحا به این نکته اشاره می خداوند نظر خود را در میان تعارضی درونی تغییر می دهد. صادقانه بخواهیم بگوییم این است که او نظر خود را به نفع ما تغییر داد. برخی ممکن است اعتراض کنند و بگویند تصویر ارائه شده توسط هوشه از خداوند تصویری است از انسانی بی صبات. اما باید در این زمینه به توجیه خداوند برای تغییر نظر خود توجه کنیم. زیرا خدا هستم و نه انسان. دقیقا چون خداست نظر خود را تغییر داد انسانی را در میان چنین دوگانگی درونی قرار دهید اگر فرض بگیریم قدرت حل مشکل را داشت میتوانیم انتظار این را داشته باشیم که تعارضات را با از میان برداشتن عامل آن رفت کند اما خداوند قوم را زیر چتر شفقت آسمانی پناه میدهد ایسا به سبب شور و شوقی که خداوند نسبت به قوم خود حس می کرد جسم پوشید. ایسا همراه ما و برای ما عذابی شدید را تحمل کرد. او تنهایی، ترس، شرم و خشم ما را حس کرد. اشتیاق شدید خداوند برای ایجاد رابطه با قومش او را به صلیب کشاند. زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد خداوند با درد و عذاب با ما مقابله می کند چون می خواهد نیکویی خود را برای ما آشکار سازد اما ما نمی توانیم جدای از ایمان تلاشی برای ثابت کردن این نیکویی انجام دهیم ما نیکویی او را فقط از طریق مکاشفه جلال او تجربه می کنیم و افضلترین تصویر این جلال را می در صلیب ببینیم. صلیبی که نشان از کنای آمیز بودن روش های او دارد و با نگاه بر این کنایه است که خداوند ما را مجبور می کند تا با چشمانی کاملا باز به او نگاه کنیم. کنایه آمیز بودن نیکویی خداوند همینطور که ما درد، خشم، ترس، حسادت، ناامیدی، حقارت و شرم را در جهان سقوط کرده تجربه می کنیم ممکن است به جایی برسیم که نیکویی خداوند را زیر سوال ببریم اگرچه دیده ایم راه های خداوند برای مهار کردن ما در زندگی عجیب و اسرارآمیز هستند اما روش او این است که خود را در میان دردهای این دنیا به ما نشان می دهد. واقعا خداوند خود را در میان بدترین شرارت ها و زجر های روی زمین آشکار می کند. این کنایه است که در صلیب وجود دارد. عیسی توسط کسانی به صلیب کشیده شد که تنها هدف آنها کشتن و سر راه برداشتن او بود. او عذابی که آنها با هدفی شرورانه انجام دادند تبدیل به نتیجه نیکوی نجات و رهایی ما از گناهان شد. ای قوم اسرائیل این را بشنوید چنانکه خود آگاهید عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده پشتید. ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. اعمال دو آیات 22 24 اولین کنایه در صلیب تبدیل هدف شر به نجات الهی است. خداوند بر هدف شریر حاکم بود. و از آنها که مرگ عیسی را میخواستند استفاده کرد تا نجات را برای جهان به ارمغان بیاورد. دومین کنایه این است که قیام از طریق مصلوب شدن حاصل شد. این کنایه وقتی شدید تر می شود که می بینیم کتاب مقدس آن را اوج مبارزه کیهانی می داند. رویدادهای پیدایش آغاز کننده این جدال هستند. در زمانی که آدم و حوا به تحریک شیطان به ضد خداوند گناه ورزیدند همان زمان که نتیجه کار آنها بیگانه شدن با خداوند و وارد شدن لعنت بود خداوند به آدم و حوا کلامی امید بخش میگوید آنها تسلیم قدرت شریر نخواهند شد اما نبرد در میان خدا و قوم او از یک سو و شیطان و پیروانش از سوی دیگر به وجود خواهد آمد آنچه در دیگر قسمت های کتاب مقدس شاهدش هستیم جدال بین قوم خدا و پیروان شیطان است یا همانطور که آگوستین میگوید شهر خدا و شهر آدم اوج داستان در اناجیل به وقوع می پیوندد وقتی که عیسی با شیطان رو در رو می شود و قدرت خود را بر قلم روی شریف در چند روی روی به نمایش می گذارد. اما همانطور که پولس می گوید بر صلیب است که عیسی یک بار برای همیشه سر شیطان را می کوبد. آن زمان که در گناهان و حالت ختن ناشده نفس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر سلیم میخ گوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. کلوسیان دو آیات سیزده و چهارده پولس به صلیب کشیده شدن را به عنوان زفر سپاه خداوند بر علیه قلم روی شیطان می داند. این پیروزی با کشتن حاصل نشد بلکه با فدا شدن و مردن به دست آمد. خادم رنجور تبدیل به منجی پیروز شده است. خداوند خود با تجربه کردن درد آن را واژگون می کند. این نیکویی خود را از طریق عذاب کشیدن به خاطر ما آشکار می کند. عذابهایش قوم او را از دردهای دنیای سقوط کرده نجات نداد. در واقع به ما این فرصت عطا شده که در زندگی هایمان شریک رنج های مسیح گردیم. در اصل پیروزی عیسی مسیح باعث معنا یافتن رنجهای کنونی ما می شود و به ما این اطمینان و امید را می بخشد که از عذابها به سوی جلال عبور خواهیم کرد. از عذاب به جلال قبلا در مورد این موضوع که ما مستقیما قادر به تغییر احساساتمان نیستیم صحبت کردیم هدف ما این نبوده که راهنمایی برای خلاص شدن از احساسات ناخواسته به شما ارائه دهیم. تلاش برای تغییر احساساتی که مشکل سازند اغلب به معنی تلاش برای تسلط یافتن بر خداوند هستند. زیرا در واقع ما با این کار تلاش می کنیم تا از درد قلبمان که نتیجه زندگی در دنیای سقوط کرده است فرار کنیم. فرار از درد رویایی بیش نیست همچنین غیر ممکن و ناخوشایند است چون در دنیایی سقوط کرده زندگی می کنیم و اساسا مخلوقاتی جای زلخت هستیم و در پیدایش باب سوم یکی از آیات بنیادین کتاب مقدس چنین تعلیمی را ارائه می دهد. کمال برای آسمان حفظ شده است. تا وقتی که بر زمین زندگی می کنیم، ما میزبان عواطف نابحق خود خواهیم بود. این سخن تلاشی برای توجیه کراهت درونی ما نیست اما حداقل هر گونه فرضیات بیش از حد خوشبینانه از انسان و توانایی های او را به کناری می نهد. هدف ما در فرار از حس غم و اندوه اشتباه است. زیرا احساسات منفی ما جنبه ای نجات بخش نیز دارند. اگرچه احساسات، روش ها و ابراز های ما مخدوش شده و ناکامل هستند، اما باز هم انعکاسی از شخصیت خداوند می باشن. آنها این قدرت را دارند تا امیغترین فریاد های درونی ما را صدا بخشیده و آنان را قابل شنیدن بگردانند. وقتی در حضور خداوند فریاد میزنیم درونیات قلب ما آشکار می شود و وقتی که گوشه چشمی به دل او می اندازیم قلب های ما تبدیل می شود. هیچ کجای کتاب مقدس وعده نمی دهد که زندگی زمینی ما بدون درد و رنج خواهد بود. بلکه بلکس در واقع عهد جدید مرتبا هشدار می دهد که درد و عذاب بخشی از زندگی مسیحی است. اما این خبر بدی نیست این انجیل است چون از طریق درد و رنج هایمان است که شادی و جلال را تجربه و ملاقات می کنیم و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح زیرا اگر در رنج های مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود رومیان 8 17 ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دست یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می کنیم. نه تنها این بلکه در سختی ها نیز فخر میکنیم. زیرا میدانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت سبب امید می گردد و این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد. زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شده در دلهای ما ریخته شده است. رومیان پنج آیات دو الی پنج خداوند خود را در رنج ها بر ما آشکار می سازد. بدون مصلوب شدن قیامی در کار نخواهد بود. بدون عذاب جلالی وجود نخواهد داشت. بنابراین شفا دقیقا آن چیزی نیست که ما تصور می کردیم. احساسات تاریک ما خداوند را آشکار می کنن. راه را برای شادی واقعی می گشایند. پیغام بنیادی کتاب مزامیر این است. ما نیکویی الهی را در میان درد خواهیم دید. تمرکز خاص ما در این کتاب ما را بران داشت تا مزامیری خاص را مد نظر قرار دهیم. مزامیر مرسیه گونه. این مزامیر به عنوان نمونهای برای دعای قوم اسرائیل جهت نزدیک شدن به خدا در پرستش آمده است. مزامیر به ما واجه هایی ارائه می کنند تا بتوانیم درد و رنج های خود را ابراز کنیم. این نوع مزامیر از تمام احساسات منفی که امروز هم آنها را تجربه می کنیم سخن می گویند. خشم، ترس، حسادت، ناامیدی، خجالت و حقارت و بسیار مهم است که بدانیم این مزامیر در انتها تبدیل به شادی، تسلی، اعتماد و پرستش می شوند. به عبارت دیگر آنها ما را به سوی خداوند باز می گردانند. این آنجایی است که رنج ها ما را به آنها هدایت می کنند. در مزامیر مرسی گونه گذر از عذاب به جلال همیشه ناگهانی اسرارآمیز و غیر منتظره روی می دهد. مزمور 69 مثالی خوب برای این موضوع است. مزمور 69 از دادخواهی به ستایش داوود این مزمور را با فریادی برای نجات به درگاه خداوند شروع می کند. جزیات مصیبت های داوود مشخص نشدهاند ولی تصویر ترسیم شده تصویری واضح است. او زندگی و احساسات خود را بگیر افتادن در وسط رودخانه ای تشبیه می کند که آب تا گردن او رسیده است. نزدیک از غرق شود ولی کاری از او بر نمی آید. در طول این مزمور او از دشمنان خود شکایت می کند و ترس و خشم خود را مطرح می کند. او شکوه خود را با صفاتی کوتاه و کوبنده عنوان می کند و این گونه نتیجه گیری می کند. سه دیده و دردمند آیه 29 همین عذاب باعث شده داوود خداوند را بخواند او به خداوند نیاز دارد تا حفظش کند چون خود در حفاظت خود ناتوان است و دیگران هم نه به این کار دارند و نه می توانند این کار را انجام دهند. چون دید او از رنج های خود به خداوند تغییر جهت میدهد، تغییر آنی و شدیدی را در انتهای مزمور شاهد هستیم. این حالت را در تمامی مزامیر مرسی گونه می بینیم. تبدیل درد به شادی نام خدا را با سرودها خواهم ستود و با شک گذاری بزرگش خواهم داشت. این خدا را بیشتر پسند آید تا گاو و گوسالهی که شاخ و سم دارد. مسکینان چون این را ببینند شادمان خواهند شد. باشد که دلهای شما ای جویندگان خدا زنده گردد. خداوند نیازمندان را اجابت می‌فرماید و قوم اسیر را حقیر نمی شمارد. آسمان و زمین او را به دریاها نیز و هر جنبندهی که در آنهاست. زیرا خدا سحیون را نجات خواهد داد و شهرهای یهودا را از نو خواهد ساخت و ایشان در آن ساکن خواهند شد و آن را به تصرف در خواهند آورد. نسل خادمانش آن را به میراث خواهند برد و دوستداران نام او در آن ساکن خواهند شد. مزامیر 69 آیات 30 الی 36 در این مزمور شدت تغییری که در احساسات دیده می شود چنان زیاد است که این تفکر اشتباه را در خواننده ایجاد می کند که گویی مزمور به طور جادویی حالت روحیش تغییر می کند. با خواندن این متن این واقعیت را که مزمور در واقع بیان تجربه بلند مدت است که تلاش شده در چند خط بیان شود را نادیده میگیریم با این حال باز همین تبدیل حالتی اسرارآمیز دارد مزامیر هیچ فرمولی برای تبدیل مرسیه به شادی بیان نمی کند. نه قدمی به سوی آن و نه راه و روشی برای این کار خداوند کنترل و مدیریت حقایق برای فرار از کشمکش ها را تحمل نمی کند او به دنبال ایمانی است که میجنگد و نهایتا در نیکویی او آرام میگیرد این بدان معنا نیست که اصولی کتاب مقدسی برای برخورد با احساسات خود نداریم و نباید به دنبال تغییر قلب های خود باشیم اما تمام این اصول برای مثال جواب نرم خشم را برمیگرداند مشروط هستند و به جهتگیری دل ما بستگی دارند تلاش برای استفاده از خداوند برای بکارگیری حقیقت به عنوان جادویی که واقعیتی جدا از خود حقیقت ایجاد کنیم از تلاش برای زندگی بر اساس شخصیت پرجلال او بسیار متفاوت است. اگر بتوانیم شکاف بین آیات 29 و 30 را در مزمور 69 توضیح دهیم آن موقع است که میتوانیم کنترلش کنیم. اما این کار ما شخصیت خداوند را به عنوان کسی که ما را از مسائب ما نجات میدهد بی حرمت میسازد. تنها چیزی که درباره گذر از عذاب جلال میدانیم این است که خداوند بر آن تأثیر میگذارد. اگرچه ممکن است راه های قافلگی کننده ی دیگری هم برای خدمت به ارواح دردمندان انتخاب کنند. بدین ترتیب تنها منبع مضمون نویس این است که از خداوند درخواست کمک کند و با اعتماد منتظر این باشد که خداوند غم او را به شادی تبدیل کند. خداوندا سعادت گذشته را به ما بازگردان چون چشم ساران در بیابان. آنان که با عشق ها می کارند با فریاد شادی درو خواهند کرد. آن که گریان بیرون می رود و بذر برای افشاندن می برد با فریاد شادی باز خواهد گشت و بافه های خود را خواهد آورد. مزامیر 126 آیات 4 الی 6 مزمونویز تشنه و مشتاق خداوند است. او مرتبا به درگاه خداوند فریاد برمی آورد تا اشتیاق قوم خدا را سیر کند. او برای تهیه آب در بیابانی خشک رو به خداوند می کند. او منتظر محصول فراوان و قلات در زندگیش است. بدین شکل مزامیر فرایند گذر از عذاب به نیکویی را ترسیم می کند. از تجربه غم به شادی. شخصیت نیکوی خداوند را کجا می توانیم ببینیم؟ ماهیت شادی که او برای ما مهیا می کند چیست؟ ماهیت نیکویی خداوند مسیحیت نیکویی خداوند و وجود حقیقت شادی را در زندگی مسیحی تایید می کند. اما خیلی اوقات عموم مردم در درک این حقایق دچار سوء تفاهم می شوند. خطرناکترین طرز تفکر این است که مسیحیان می توانند شادی را بدون عبور از رنج و عذاب این دنیا تجربه کنند. آنها این شادی را خیلی ساده، فراتر از خشم، ترس، حسادت، ناامیدی، شرم و حقارت در زندگی روزمره می بینند. معمولا با چنین جمله آن را بازگو می کنند. دلهای ما در آسمان است، نه بر زمین. این نگرش معمولا به این معناست که شما نیکویی خداوند را از طریق دارایی های مادی موفقیت و سلامتی تعریف کنید. خداوند قوم خود را دوست دارد و می تواند هر چه می خواهد به آنها بدهد. پس مسیحیان باید با خوشبینی تمام به آینده و برآورده شدن خواسته هایشان بنگرند و زندگی کنند. درست است که خداوند به قوم خود عطایی زمینی میبخشد و در قلبهایشان شادی بینظیری را ایجاد می کند. اما اشتباه است که فکر کنیم همه ی ما می توانیم انتظار داشته باشیم که دریافت کنندگان چنین برکات الهی باشیم. و شادی آسمانی مرتبا در طول زندگی زمینی ما بر ما ببارد. با نگاه به تجربیات انسان ها می فهمیم که نمی توانیم چنین جایگاهی را بر روی زمین حفظ کنیم. مهم نیست چقدر ایمان داشته باشیم. مهم نیست چقدر نیکویی کنیم. مهم نیست چقدر تلاش کنیم. ما نمی توانیم دشواری ها و فجایع زندگی را از خود دور کنیم. اما فرای تجربیات انسانی ما آیات کلام خدا را داریم که به عنوان صدایی تصیح کننده برای اصلاح سوء تفاهمات در مورد نیکویی و شادی انسانها سخن می بوید. همانطور که مزامیر گونه شهادت می قوم خداوند زج می کشیدن و به خوبی با مسایب دردناک زندگی آشنا بودند. معمولا اکثر ایمانداران در مفاهیمی تحریف شده به افراد کشیده نمی شوند و متوجه می شوند که کتاب مقدس انجیل سلامتی نیست و آن را تعلیم هم نمی دهد. آنها میدانند دانند درد و رنج بخشی از زندگی آنها بر این زمین خواهد بود. اما آنها قانون کاملا مشخصی از آن استخراج می کنند یعنی سعی می کنند بفهمند که درد و رنج چگونه باید در زندگی آنها عمل کنند. آنها به این درک می رسند که هر فریزه ای درباره روش های خداوند در استفاده از درد و رنج معمولا باید سه خصوصیت داشته باشد. برای سمر بخش بودن، رنج ها باید یک موقتی، دو قابل فهم و سه به آسانی قابل حل باشند و با واقعیت عملی زندگی منطبق باشند. اول، خداوند ممکن است از رنج استفاده کند تا مرا به مسیر درست برگرداند ولی فقط نیاز به تکانی کوچک است که پیغام رسانده شود بنابراین تجربه من از رنج باید لحظه‌ای باشد و نه دردی مزمن دوم برای اینکه پیغام رنج ها واضح باشد تجربه باید قابل فهم باشد بنابراین اگر قرار است من از آن درد سودی ببرم باید بتوانم آن را تشریح کنم مثل این جمله خداوند اجازه داد که این اتفاق در زندگیم بیفتد تا سوم وضوح رنج ها باعث به کارگیری آسان آنها در زندگی می شود اگر من بدانم که در حال آموختن چه درسی هستم و چگونه می توانم آن درس ها را در زندگی به کار گیرم نیازی نیست که دیگر دردی بکشم متاسفانه این دیدگاه نسبت به زرش ها بیش از حد شسته رفته است آنها با واقعیت آنچه تجربه می شود سازگاری ندارند و بدین گونه بسیاری از مردم زندگی خود را وقف تلاش ناامیدانه برای یافتن دلیلی خاص برای دردهایشان می کنن. برای فهمیدن ماهیت نیکویی و شادی که در دردها آن را تجربه می کنیم، بهتر است یک بار دیگر به مزامیر نگاه کنیم. اینجا نیکویی خداوند را می بینیم که به شادی ختم می شود. شادی و اعمالی که او برای ما انجام می دهد در این کتاب برای ما توصیف شدهاند. درباره این موضوع می توان کتاب ها نوشت. اما ما چشمه ای از نیکویی خداوند را مثال میزنیم و تنها با اشاره به چند نمونه کوچک از روش هایی که به وسیله آنها اون نیکوییش را به قوم ابراز می کند بسنده می کنیم. ابراز نیکویی خداوند در میان کشمکش های روزانه ما مشتاق و امیدواریم و در اعماق وجود خود میدانیم زندگی تمام و کمال نبوده و آن چیزی نیست که قرار بود باشد. ما برای چیز بهتری خلق شده ایم ولی حقیقتا ما مشتاق به دست آوردن چه چیزی هستیم؟ از این زندگی و زندگی آینده چه انتظاری داریم؟ غیر ممکن است جوابی معنادار بیابیم. تا اینجا دیدیم که مزامیر به فریادهای روح ما صدا می بخشد. نباید غافلگی شویم اگر صدایی امید و اشتیاق به روح ما ببخشد. خداوند ما را احیا می کند. خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه های سرسبز مرا می خواباند. نزد آب های آرام بخش رهبریم می کند. جان من را تازه می سازد و به خاطر نام خیش به راه های درست هدایتم می فرماید. مزامیر 23 آیات 1 الاسه و خداوند نزدیک شکست دلان است و کوفته شدگان در روح را نجات می بخشد. مزامیر 18 34 او بینوا را از خاک برمیگیرد و نیازمند را از زباله بر می افرازد. تا ایشان را با امیران بنشاند، با امیران قوم خیش. زن نازا را خانوادهدار دار می سازد، مادر شادمان فرزندان. هللویا مزامیر 113 هفت ما مردمانی دل شکسته هستیم. ما هر روز به خونی که با تنفر قائن بر زمین ریخته شد روبرو می شویم. در لحظاتی که صادق هستیم بوی سوخته های باقی مانده از رویاه های گم شده و وعده های شکست شده را استشمام می کنیم. مزامیر میگویند که به عنوان قوم خداوند ما جماعت های رنج دیده هستیم و بار شکست های خود ترد شدگی ها و حملات دیگران را بر دوش میکشیم. مشتاق آن هستیم که از این در هم شکستگی بگریزیم و این اشتیاق امید را در زندگیمان میزاید. این امید در ما ایجاد می شود که گناهان ما بخشیده شده است و میخترین زخم های روح ما را شفا داده است. همانطور که این شفا را تجربه می کنیم اعتماد به این که روزی تمام شکستگی های ما نیز شفا پیدا می کنند افزایش می آبد. نویسندگان مزامیر شهادت میدهند خداوند خدایی است که احیا کننده است آنها اعلام می کنند که خداوند در زندگی قوم رنجور خود مداخله می کند و به آنها رسیدگی خواهد کرد زمانی که آنها ضعیف و دردمند هستند آنها را احیا می کند او قوت آنها را احیا می کند و شفا می بخشد. او سرنوشت آنها را از پوچی به جلال تبدیل می کند. بنابراین ما خوانده شده ایم تا ببینیم خداوند برای آینده ما چه کرده است. کمال، جلال و بازیابی کامل. ما خوانده شده ایم تا به دلهای خود اجازه دهیم تا از شور و شوق زندگی بازیافته ما پر شوند و برای مغلوب ساختن بی ادالتی و خلق زیبایی تلاش کنند و در لحظاتی که رابطه احیا شده آنها به سوی شفای کامل در حرکت است آرامی یابند خداوند ما را سرپرستی می کند پدر یتیمان و مدافع بیوه زنان خداست در مسکن مقدس خود مزامیر 68-5 چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خیش رعفت می کند. مزامیر سه ما قومی ترسان و تنها هستیم. ما نیازمند حفاظت و تقویت هستیم. ما خوب می دانیم که در برابر صدمات بی‌دفاع هستیم. ما به دنبال کسی بزرگتر و قویتر هستیم تا بین ما و آسیب ها بیستد. ما به دنبال کسی بهتر و مهبانتر از خودمان هستیم تا دلهای ما را بپروراند. مزامیر خداوند را به عنوان سرپرست چون پدر و مادر ما معرفی می کند. او مانند یک پدر به ما توجه می کند اما او بسیار برتر از هر پدر زمینی عمل می کند. حتی بهترین پدر زمینی هم ممکن است خطا کند و از انجام هر کار برای بزرگ کردن، محافظت و رفع احتیاجات فرزندش ناتوان گردد. اما خداوند قادر است فرزندان خود را به طور مطلق دوست داشته باشد. جایی که پدر یا مادر زمینی کمبود منابع دارند، خداوند خود را به عنوان منبع در اختیار فرزندانش قرار می دهن. جایی یک پدر و مادر زمینی کمبود وقت دارند خداوند زمانها را برکت می دهد. جایی که پدر و مادر زمینی علاقه کمتری نشان می دهند خداوند با وفاداری به تعقیب قوم خود می پردازد. بنابراین اگر بخواهیم با زبان عهد جدیدی بگوییم امید امروز ما این است که خداوند ما را به فرزندی قبول کند و وقتی چنین می کند او وعده میراثی به ما می دهد که شامل با او بودن تا ابد است. بنابراین ما باید مشتاق بودن در این خانواده باشیم. مهم نیست تجربه ما با پدر و مادر زمینی خود یا پدر و مادر بودن برای فرزندانمان چیست. ما باید فریاد درونی من را اعلام کنیم که مشتاق پدری هستیم که ما را پرورش داده و از ما محافظت می کند. خداوند آرامی می بخشد. ای جان من به استراحت خود برگرد زیرا خداوند بر تو احسان کرده است. مزامیر 116.7 خداوند دل من متکبر نیست. و نه دیدگانم پر از غرور خیشتن را به کارهای بزرگ مشغول نمیسازم و نه به اموری که فراتر از حد من است بلکه جان خیش را آرام و خاموش ساختم همچون کودک شیر خورده نزد مادر خود آری جان من در اندرونم همچون کودک شیر خورده است مزامیر 131 آیات یک و دو ما در جهانی پرتلاتوم زندگی می کنیم. به نظر می رسد در طول زندگی در حال انجام وظایف خود یکی بعد از دیگری هستیم. اگر از شلوغی این جهان کمی آسودگی بیابیم به نظر می رسد وقتی که دوباره به آن حیاهو بازگردیم تنها چیزی که انتظار می کشد همان زحمت دوباره است. در واقع دست کشیدن از این وظایف جنون آمیز بودن کارها و دنیای اطرافمان را نشان می دهد. این وضعیت نامناسب از نتایج تاریک لعنتی است که از باغ عدم به ما رسیده است. ما مشتاق رهایی از آن هستیم. ما با زحمت چرخ زندگی خود را می چرخانیم اما مشتاق لحظه استراحت و توقف هستیم. توقفی که وقتی باز میگردیم کار ما بیشتر نشده باشد. مزمور 131 اشاره می کند که هر استراحت، هر ثبت در زندگی کنونی ما همانند عطای آرامشی است تا ما را در فروتنی از محدودیت های خود تسلی بخشد. ما وقتی قادر خواهیم بود لحظه ای آرامش ابدی را بچشیم که از مهم بودن وظایف خود به وجد نیاییم. عبارت مادر و فرزند در مزمور 131 نشان می دهد که خداوند علت آرامی مزمور نویس است. نویسنده فرزند از شیر گرفته شده است و مادر نماد خداوند. مزمور نویس در خداوند چون فرزندی است که در دستان مادرش آرامی می آبد. آرامی عطای عظیمی در خلال حیاهوی این جهان است که از طرف خداوند به ما بخشیده شده است. وعده سبتی ابدی این آرامش است که به نیازها و فشارهای این زندگی و بحرانهای فشارزا می خندد. با اعتماد همچون کودکی که تازه از شیر گرفته شده است مطمئن است که روزی شکمهای ما با شیر شیرین خداوند سیر خواهد شد خداوند ما را پر میسازد مسکینان غذا خورده سیر خواهند شد و جویندگان خداوند او را خواهند ستود دلهای شما تا ابد زنده بماند مزامیر 22 26 زیرا که جان آرزومند را سیر می‌گرداند و جان گرسنه را به چیزهای نیکو پر می‌سازد مزامیر 107 9 از بسیاری جهات ما انسان موجودات نیازمندی هستیم. ما با غذا نوشیدنی، همراهی و زیافت زنده ایم. در این سوی بهش هرگز راضی نخواهیم بود اگرچه مزمون نویس به ما میگوید مزه از آنچه که قرار است به ما چشانده شود را در این دنیا حس خواهیم کرد اما آنچه در اینجا میچشیم پیش قضایی برای زیافت نهایی است. پس میفهمیم که هم پیش قضا و هم زیافت ابدی همه و همه هدیه از سوی خداوند بخشنده هستند. بنابراین مزمون ما را تشویق می کند تا با اشتیاق و گرسنگی زندگی کنیم و با لبریز کردن قلب از چیزهای بیهوده و فرار کردن از پوچیان را خار نشماریم. نه تسلیم پرهیزگارانه شویم و نه سرخوردگی بدبینانه را روی خود قرار دهیم. گرسنگی را به عنوان درد انتظاری تحمل کنیم که دل را برای زیافتی که انتظار ما را میکشد آماده می کند. از تک تک لغمه های فیض خداوند لذت ببرید. از شامی لذیذ همراه با شعرهای زیبا لطیفه های خنددار و از همه مزه های زیافت عروسی بگذاری تا دعای شام شما هم مانند فریاد شب گذاری به عنوان قسمتی از آن غذایی باشد که انتظار داری در آسمان آن را بخوری خداوند ما را جلال می دهد اما تو ای خداوند سپر هستی به دورم جلال من و سرفرازنده من مزامیر سه سه تو سپر پیروزی خود را به من بخشیده ای و دست راست در پشتیبان من بوده فروتنی تو مرا بزرگ ساخته است مزامیر هجده سی و پنج میگویم انسان چیست که در اندیشش باشی و بنی آدم که به او روی نمایی او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سرش نهادی بر کارهای دستت او را چیرگی بخشیدی و همه چیز را زیر پاهای او نهادی گوسفندان و گاوان را به تمامی و جانوران صحرا را پرندگان آسمان و ماهیان دریا را و هر آنچه را که از راه دریاها می گذرد. مزامیر هشت آیات چهار اله 8 ما در جهانی زندگی می کنیم که با رفتاری ویرانگر به ما می گوید اهمیت و ارزشی نداریم و به ما ظلم می کند. ما یکی از میلیون ها یا میلیارد ها دانه شن در ساحلی عظیم هستیم غیر قابل تشخیص در میان انبوه عظیمی از انسان ها. خواسته ما بیش از این است که بخواهیم در جهان هستی سرگردان بمانیم. می خواهیم شناخته شویم کسی را می خواهیم که بیستد و به فردیت ما توجه کند نه فقط برای پانزده دقیقه شهرت ما می خواهیم با خداوند در جلالش سهیم شویم جلالی که سپاه آسمانی را شگفت زده می کند بار دیگر فقط خداوند می تواند این اشتیاق و گرسنگی را ارضا کند مژده مزامیر این است که خدای قادر متعال نه تنها میداند ما وجود داریم بلکه او ما را جلال میدهد او نازل شد تا ما را به جلالی که به ما وعده داده شده بود برساند مزمور هشت شامل یکی از شگفت انگیزترین آیات کتاب مقدس است ما کمی پایین تر از خداوند قرار داده شده ایم. این آیه ادعا می کند که جلال ما حتی فاسد شده با گناه کمی پایین تر از جلال خداوند است. این فقط برای تجلیل از انسانها نیست. و که مکاشفه اشتیاق خداوند برای تشبه ما به خود است. از آغاز عالم همانطور که نشانه های خلقت به ما میگویند، مزمور نویس یادآور می شود خداوند مردان و زنان را برای تعالی در نظر گرفته بود. انسان اوج خلقت او بود. حتی به عنوان مخلوقاتی سقوط کرده باز نجاد بشری را می توان پر جلال خان. این جلال وقتی به حضور خداوند در آسمان برویم چقدر بیشتر نمایان خواهد بود. بنابراین ما نمی توانیم تصور کنیم که در آسمان چگونه خواهیم بود. به چه شکلی و چه احساسی خواهیم داشت. آنچه می دانیم این است که آن لحظه بسیار شگفت انگیز خواهد بود که هر لحظه ای از آن از شرم، فقدان و درد در نور جلالی که آشکار می شود شفا خواهد یافت. خداوند خود را به ما می دهد. زیرا خداوند عادل است. او اعمال پارسایانه را دوست می دارد. صالحان روی او را نظاره خواهند کرد. مزامیر یازده هفت و اما من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد مزامیر هفده پانزده ما تشنه خدا هستیم آگوستین این را فهمیده بود و از مشاهده ایمانداران به این نتیجه رسیده بود که بیقراری آنها برای رسیدن به چیزی آسمانی و عظیمتر آنها را از دیگران متمایز می کند. نویسنده کتاب جامعه اعلام می کند خداوند ابدیت را در دلهای ایشان نهاده است. جامعه سه مزامیر امید ما را برای دریافت آن هدیه الهی بازگو می کند. این هدیه خود اوست. او مشارکت با خود را به ما می بخشد. ما این امید را در شخص عیسی مسیح تجربه می کنیم. آنکه در میان ما مسکن گزید یوحنا یک چهارده. ولی این هم پیش بینی آن چیزی هست که باید بیاید. ما به سوی پیش می نگریم و در کسی وج می کنیم که گفته آری به زودی می آیم. مکاشف 22 بیست. پس نیکوی خداوند در چیست؟ در دنیای سقوط کرده خلق شده توسط خداوند و فرو رفته در سیاهی به خاطر گناه انسان خداوند اشتیاق ما را ارضا می کند و به ما امید میبخشد. وجد ما از این عطای آسمانی سرچشمه می گیرد و آشکار شدنش در میان رنج های ماست. چون می دانیم این نیکویی هرگز از ما جدا نخواهد شد. آن هسته خود خداوند است. این وجد واکنشی مصنوعی نیست که ما را از مشکلات زندگی قافل کند بلکه احساسی قوی است که در رویارویی با تاریکی ها با چشمانی باز اطمینان می کند. این وجدی است که با شک گذاری و, و پرستش به آن اشاره می شود وجدی که به ستایش هدایتمان می کند. عبور از گریه و زاری به قدردانی و از قدردانی به پرستش مکاشفه نیکویی خداوند در زمان زجرها ما را به سمت خدمت و پرستش او میکشاند. در جهانی گناه آلود ما از حمایت خداوند غافلگیر می شویم و از فیض او شگفت زده می گردیم. مزامیر مسیح گونه از دنیای درونی ما آغاز می شوند. آنها احساسات تاریک ما را بیان می کنند و به فریادهای روح ما صدا می بخشند. اما در نهایت ما را به سمت خداوند می کشنن. آنچه در سوگواری شخصی آشکار می شود این است که از تذرر و شکایت عبور می کنیم و به پرستش و شادی می رسیم. این ارتباط بین مزامیر مرسی گونه و دو نوع دیگری از مزامیر وجود دارد. این دو نوع دیگر عبارتند از مزامیر شک گذاری و سرودهای پرستش. این سه ژانر ادبی به طور یک پارچه‌ای با یکدیگر ارتباط دارند هر کدام از آنها ما را به سوی دیگری هدایت می کنند و اولین آنها مزامیر مرسیگونه هستند. مزامیر مرسیگونه در سختی ها به خداوند شکایت می کنند و از خداوند می خواهند که در مشکلات مداخله کند. وقتی خداوند پاسخ دعاها را داد گوینده به سمت سرودهای شک گذاری تغییر جهت می دهد تا خداوند را به خاطر شنیدن و پاسخ دعایش شک کند. و معمولا خواست خود را در شک گذاریش یادآور می شود. سرودهای شکرگزاری به نوع سومی از مزامیر ختم می شوند یعنی سرودهای ناب ستایش. پس مزامیر مرسی گونه به شکر و از آن به سرود ستایش می رسند. اولین نوع از این مزامیر بیانگر صدای کسی است که ارتباط خود را با خداوند قطع شده میبیند و از خداوند خشمگین و در عین حال ترسان است دومی با صدایی شکرگزار و شگفت زده سروده می شود یعنی ارتباط دوباره برقرار شده و به آشتی رسیده است سومی با صدایی وجدانگیز برای ادامه مشارکت احیا شده با خداوند خوانده می شود و پرستنده هیچ مانعی در رابطه خود با خداوند حس نمی کند. والتر بروگمان این سه را به عنوان سه مزمور سرگردانی، مزمور جهتیابی مجدد و سومی را مزمور جهتیافده دستبندی می کند. این توصیف بسیار مفید است. در واقع برای هر فصل از زندگی ما مزموری وجود دارد. مهم است به یاد داشته باشیم که مزامیر از دنیای درونی ما آغاز می شوند. اما به ما اجازه مسکن گزیدن در آنجا و تصویب شدن در مسائب و احساسات تاریک را نمی دهند. اگرچه آنها زندگی احساسی ما را بیان می کنند و در آخر به آن خدمت می کنند اما آنها متون روانشناختی نیستند. کتاب مزامیر سرود نامه پرستشی است که تاکید می کند در دردها به خداوند توکل کنیم. این مزامیر ما را به سمت خدا سوق می دهند. وقتی این گونه عمل کنیم ما خود و مشکلاتمان را حل شده در جلال او می بینیم. ما خانده شده ایم که مسافر باشیم. نویس اصالت خود را از کتاب پیدایش شناخته بود. آنها میراث نژادی و ملی خود را در ابراهیم میدیدند پدر ایمان ابرانیان خداوند ابراهیم را از اور خان، شهری ثروتمند واقع در بین و نهرین و به او دستور داد که به کنعان برود صدایی بود که می گفت صبات، عادت و امنیت خود را به سمت سرگردانی در سفر به سرزمین معود ترک کن. وقتی به مقصد رسید سرگردانی او پایان نپذیرفت او مدام از حاشیه یک شهر به حاشیه شهر دیگری میرفت و در هیچ شهری ماندگار نمیشد از جهتی آن سرزمین مال او و نوادگان او بود اما از جهتی به او تعلق نداشت خداوند از او دعوت کرده بود تا چون یک مسافر و غریبه باشد این نوع زندگی پر از کشمکش بود زندگی که مهمترین خصوصیتش تحقق بعده الهی و سکونت فرزندانش در سرزمین موعود را شامل می مزمورنویس مزمور از نوادگان جسمانی و روحانی ابراهیم بود. کسانی که مزامیر را نوشتهاند و پرستندگانی که از این سرودها استفاده می کردند در سرزمین کنعان ساکن گشته بودند. اما آنها میدانستند که این پایان جدال ها نیست. آنها هنوز با کشمکش هایی درگیر بودند که در بیابان پیش روی آنها قرار داشت. نوشته های شاعرانه آنها همچون مزامیر، مسائب، خواسته ها و امیدهای مستمر آنها را بیان می کند. این نوشتجات به عنوان کلامی الهام شده عطیهی بودند که به عذابها و آمال قوم خدا صدا می بخشیدن. همانند ابراهیم و نویسندگان مزامیر ما هم مسافر هستیم سرگردان در سرزمینی بیگانه به پیش می نگریم و به انتهای سفر خود فکر می کنیم. برگشت به خانه در آسمان اتفاق می افتد جایی که پدر با آغوشی باز به استقبال ما می آید. تا آن موقع ما هم در آرزوها، امیدها و کشمکشها باقی می مانیم. مزامیر ما را دعوت می کنند تا عواطف خود را بدون تجزیه و تحلیل و فیلتر احساس کنیم. این مزامیر نه تنها به احساسات تاریک اجازه ورود به وجود ما را می دهند بلکه می خواهند از آنچه که توان تغییر یا کنترلش را نداریم گیج و پریشان شویم. عجیب است در زمان درماندگی برای تغییر آنچه ما را آزار می دهد ناامید می گردیم. آن زمان است که صدای سرودی از ابدیت به گوش ما می رسد، حتی زمانی که گویی گوش های از ناامیدی ناشنوا شده است. گوش کنید. صدای سرود بلندتر می شود. این نوا وقتی به گوش می رسد که ما اصلا انتظارش را نداریم. لیاقتی برای شنیدن آن نداریم و کمترین درکی از آن نداریم. این صدای آهنگ ضعیفی است که ما را به ادامه مسیر تشویق می کند که در پایانش تشویقی انتظار ما را می کشد. این تشویق صدای دست زدن های مکرری است که در آسمان به مناسبت ورود ما شنیده می شود.